سلام به شما از هر کجا که برنامه های صدای آمریکا رو دنبال میکنید، به ویژه شما که از ایران بیننده این برنامه هستید. من سارا دهخان هستم، میزبان شما در روی خط امشب. روز چهارشنبه 18 اسفند، جامعه ایران یکی از برجسته ترین و پرکارترین چهره های فرهنگی و ادبی خود را از دست داد. دکتر ایرج افشار پس از طی یک دوره بیماری در بیمارستان جمع تهران درگذشت و مراسم خاکسپاریش روز جمعه با حضور دوستان و همکارانش و بسیاری از چهره‌های شناخته شده فرهنگی و هنری برگزار شد. کمتر کسی است که فرهنگ و تمدن ایران را مطالعه کرده باشد و با ایرج افشار آشنا نباشد، چرا که صدها کتاب در زمینه‌های ایرانشناسی، متون فارسی، منابع تاریخی و کتابشناسی به کوشش او گردآوری، تصحیح و یا نوشته شده. آخرین اثر او کتاب خاطرات الله‌یار صالح بود که درست همان روزی که از دنیا رفت از سوی انتشارات سخن منتشر شد. آخرین مقاله او نیز تحت عنوان تازه‌های ایرانشناسی دو روز پیش از مرگش در 80مین شماره مجله دو ماهنامه فرهنگی هنری بخارا منتشر شد. شمار آثار ایرج افشار به قدر زیاد است که میتوان چندین برنامه به آن اختصاص داد، اما امروز در برنامه روی خط تنها یادی خواهیم کرد از این بزرگمرد فرهنگ و ادب ایران و گوشه ای از زندگی و میراث او را برای کسانی که آشنایی کمتری با او دارند مرور خواهیم کرد. اگر ایرج افشار را از نزدیک میشناختید و خاطره از او دارید، از شما دعوت میکنم روی خط بیایید و خاطرات خود را با ما و بینندگان روی خط قسمت کنید. در اینجا شماره تلفن ما را یادداشت کنید. استاد ایرج افشار از اواسط سال 89 دچار بیماری شد و به سرعت روی به ضعف گذاشت. که همراه با مهمان برنامه دکتر جلال متینی نگاهی داشته باشیم به گوشه ای از دستاوردها و میراث ایرج افشار، گزارش کوتاهی داریم در مورد زندگی شخصی او. استاد ایرج افشار از اواسط سال 89 دچار بیماری شد و به سرعت روی به ضعف گذاشت. در بهمن ماه بیماریش شدت گرفت و مدتی در بیمارستان بستری شد. بازگشت او به خانه امیدی تازه در دل انبوه دوستان و یاران و همکارانش برآورد که حال استاد روی به بهبود نهاده است. دریغا که آن امیدها چندان نپایید و به زودی به بیمارستان بازگشت و چند روز بعد از ظهر چهارشنبه 18 اسفند ماه، در حالی که دوستان و دوستدارانش اخبار مربوط به احوال جسمی و روحی او را لحظه به لحظه و دهان به دهان می پراکندند، برای همیشه خاموش شد. ایرج افشار فرزند محمود و نصرت در سال 1304 در تهران به دنیا آمد. نیای افشار از متمولین و ریشه‌دارترین خاندانهای یزد بوده. ایرج در چنین خاندانی چشم به جهان گشود و در کنار پدر فرزانه اش رسم زیستن و دانستن آموخت. دبستان را در مدرسه زرتشتیان تجریش و دبیرستان را در مدرسه فیروز بهرام به پایان برد و همزمان با تحصیل در دوره متوسطه به عنوان مدیر داخلی مجله آینده که صاحب امتیاز آن پدر نامدارش بود مشغول به کار شد. بعد از پایان تحصیلات متوسطه، رشته علوم قضایی را در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دنبال کرد و در سال 1328 از این رشته و دانشگاه فارغ التحصیل شد و از آن پس زندگی خود را وقف خدمت به فرهنگ ایران کرد. درباره فعالیت‌های دانشی ایرج افشار بسیار می‌توان گفت. اخیراً فهرستی از آثار او، اعم از کتاب و رساله و مقاله و مقدمه و فهارس نسخ خطی و فهارس مقالات فارسی و غیره تدوین شده و در دست تکمیل است و تعداد آن بر 2000 عنوان بالغ شده است. خدمت به مردم و وقف اموال برای استفاده عمومی سنتی دیرپا در خانواده افشار است. ایرج افشار نیز کتابخانه خود را که طی بیش از 60 سال کوشش‌های پژوهشی مستمر در تاریخ و فرهنگ و ادب ایرانی گردآورده بود و گنجینه‌ای بزرگ از آثار نایاب و کمیاب فرهنگ ایرانی به شمار می‌رود، به کتابخانه
و مرکز اسناد دایرة المعارف بزرگ اسلامی اهدا کرده است تا ضمن حفظ آن در دسترس پژوهشگران و جویندگان قرار گیرد. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن. بله، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، اگر شما دکتر ایرج افشار رو میشناختید و یا خاطره ای از او دارید، میتونید در طول برنامه با ما تماس بگیرید با شماره تلفنی که همکنون روی صفحه مشاهده میکنید. و اما مهمان امشب برنامه روی خط، دکتر جلال متینی از دوستان و همکاران ایرج افشار هستند. بسیاری از اهالی فرهنگ و ادب با دکتر متینی و پژوهش‌هاشون آشنا هستند، ولی توضیح مختصری میدم در مورد فعالیت‌های ایشان در ایران و خارج از ایران. آقای متینی مدرک دکترای خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دریافت کرد. در سال 1336 برای تأسیس بخش زبان و ادبیات فارسی در دانشکده فنی آبادان مشغول کار شد. 3 سال بعد فعالیت آکادمیک خود را در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد. سالها به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه فعالیت می‌کرد و مدتی نیز ریاست دانشگاه را بر عهده داشت. آقای متینی به مدت 1 سال نائب رئیس فرهنگستان ادب و هنر به ریاست پرویز ناتل خانولی بود. دکتر متینی پس از انقلاب ایران را ترک کرد و به آمریکا آمد و در طول این سالها نیز حضور فعالانه‌ای در عرصه فرهنگ و ادب داشته. او علاوه بر راه اندازی 2 فصلنامه معتبر ایران شناسی و ایران نامه، مقالات متعدد پژوهشی در زمینه تاریخ، تمدن، ادبیات و فرهنگ ایران زمین به چاپ رسانده است. از جمله آثار دکتر متینی می توان به تصحیح انتقادی هدایت المتعلمین، نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق، تصحیح انتقادی کوشنامه و تصحیح تفسیری از قرآن که به تفسیر کمبریج مشهور است اشاره کرد. آقای دکتر جلال متینی، به شما خوش آمد میگم. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه روی خط. خیلی متشکرم. خب شما از دوستان و همکاران دکتر ایرج افشار بودید، ایشون رو از نزدیک میشناختید. آشنایی شما و همکاریتون با ایشون چطور آغاز شد؟ حالا من در سال اول دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تحصیل میکردم. آقای ایرج افشار در سال دوم دانشکده حقوق بود و گاهی به دانشکده ادبیات می آمد که با آقای محمد امین ریاحی که 1 سال از من جلوتر بود با او دیداری داشته باشه. ما آشناییمون از اونجا با هم شروع شد، ولیکن آشنایی بیشتر و همکاریمون از زمانی بود که من به دانشگاه مشهد رفتم. در اونجا ما دیگه منظم با ایشون در تماس بودیم و حقیقتش این است که در بسیاری از موارد من از راهنمایی های ایرج افشار استفاده میکردم. در مسائل مختلف تحقیقی با او بحث میکردیم و او راهنمایی هایی میکرد، منابع مختلف رو معرفی میکرد. بعد آمدم به آمریکا. در آمریکا ما تماس ما بیشتر تلفنی بود، ایشون در لس آنجلس بود. یک بار 3-4 سال پیش از یک کنفرانسی از اتریش برمیگشت که بره به کالیفرنیا. خوشبختانه خط هوایی طوری بود که از واشنگتن ایشون آمد اینجا و من خبر داد. بعد از سالها ما 3-4 ساعت با هم دیگه صحبت کردیم. بقیه اوقات با تلفن تماس داشتیم و ایشون دقیقاً در جریان کار من بود. مجله ایران شناسی رو دقیقاً میدید و اظهار نظر میکرد. تعدادی مقاله هم بس برای ما فرستاد، ولی خب کسانی که در ایران هستن مشکل بود براشون که در یه مجله‌ای که در خارج و اون هم در آمریکا چاپ میشه اینها مقاله بفرستن. ولی ایرج افشار کسی بود که بارها این کارو کرد و 2 سال پیش آمد اینجا، مجله ما رو دید. من یه مقاله‌ای از مرحوم مشتبه مینوی نقل کرده بودم به عنوان کلیل دمنه رودکی. این مقاله رو حدود 35-36 سال پیش آقای ایرج افشار چاپ کرده بود. من تجدید چاپ کردم برای اینکه نشون بدم که آقا در یه زمانی افرادی بودن که چقدر دنبال کارهای ادبی بودن. در اون مقاله مشتبه مینوی می‌نویسه که یک نفری از دانشمندان ترکیه بهش اطلاع داده که کلیل دمنه رودکی در آلمان پیدا شده. جنب و جوشی به وجود میاد. مینوی، عرض کنم که دکتر خانلری
عرض کنم که به افراد مختلفی، اینا دنبال این کار بودن و سرانجام معلوم میشه که اون طرف اشتباه کرده بوده، چون این کتابی نبوده در اون کتابخانه و یه نسخه خطی بوده که ترجمه شعرهای عربیه که دمده بوده. من اینو چاپ کردم از این نظر که نشون بدیم که آقای زمانی چه جنب و جوشی بود برای همچی کاری. آقای ایرج افشار اینو خوند، به من گفت فلانی از این اسمایی که تو اسم بردی تو مقاله هست تنها من زنده هستم و من حقیقت این امر رو میدونم و باید بنویسم، چون اگر من ننویسم کسی دیگر این کار نمیتونه بکنه. فوری یک نامه ای نوشت من و شرح داد که ماجرا به چه صورتی بوده و اسم اون شخص رو برد، آقای عدنان عرضی، و فرستاد واسه من برای چاپ. با فکس فرستاده بود، خونده نمیشد. من تلفن کردم که آقا اصل نسخه رو بفرستین. اصل نسخه رو فرستاد و ما در شماره بعد چاپ کردیم. یعنی یه آدمی بود از هیچ چیزی نمیگذشت، دقیق، روشن. آقای دکتر، آقای ایرج افشار به هر حال تحصیلاتشون در رشته حقوق بود، ولی به هر حال بیشتر عمرشون رو صرف غنای فرهنگ و ادب ایران کردن. چه چیزی بیشتر، چه عاملی بیشتر موجب شد که قدم در این مسیر بذارن؟ والا اولا بیشتر عمر کارش نبود، تمام عمرش در زمینه فرهنگ ایران بود، زبان فارسی، تاریخ ایران. اونجی که من میتونم به حدس بگم و شاید درست باشه این بود که این فرزند دکتر محمود افشار بود. دکتر محمود افشار در زمان خودش یه ایرج افشاری بود، عرض کنم به ایران علاقمند بود، به زبان فارسی علاقمند بود، عرض کنم که به فارسی زبانان اهم از ایرانی و افغانی و تاجیک عشق می‌ورزید، عرض کنم که و چندین کتاب نوشته بود در این زمینه. این در مکتب پدر تربیت شد و به این جهت اولین کارش هم این بود، مدیر داخلی مجله آینده شده بود موقعی که مثلا 20 سالش بود. این از اون طریق به این خط هدایت شد. یعنی اون موقع هنوز دانشجو بودن، دانشجو زمانی که مدیر مجله آینده شد. بله بله، عرض کنم که مدیر نبود، مدیر داخلی بود، مدیر خود پدر بود. در نتیجه او از این طریق هدایت شد و پدر در آخر عمرش سرمایه‌ای که داشت هم برای وقف کرد برای موقوفاتی، برای چاپ کتاب و تحقیقات. و در اونجا صریحاً عرض کنم که دکتر محمود افشار میگه که آرزوی من این است که این سرمایه‌ای که دارم صرف بشه برای توسعه روابط بین فارسی زبانان در هر کجا که هستن، چاپ کتاب در این زمین ها. به این جهت اون به نظر من در اون مکتب بود که اصلا هیچ وقت راجع به حقوق، او در کتابخانه دانشکده حقوق کار میکرد، اول کارمند اونجا بود با مرد نامدار دیگری مرحوم محمد تقی دانشپژوه، ولی اصولا به کار به دانشکده به رشته حقوق اصلا چه کاری نداشت. آثار ایشون انقدر زیاد هست، آثاری که گردآوری کردن، تصحیح کردن و یا نوشتن به قدر زیاده که فهرستش فکر کنم عناوینش بیشتر از 2000 عنوان هست و در یک کتاب چاپ شده. دوستان به صورت مختصر از برخی از آثارشون، مهمترین آثارشون که فکر میکنید به نظر شما یکی از ارزشمندترین دستاوردهای ایشون بوده برای بینندگانمون که آشنایی کمتری دارن. همه کارهاش با ارزش بود به نظر من. این دوست ما ایرج افشار این عبارتی که به نهرو نسبت میدن که گفته بود ملتی که تاریخ خودشو ندانه این میبایستی هی مرتب تکرار بکنه اشتباهاتشو. ایرج افشار سعی میکرد اسنادی در مورد ایران فراهم بکنه، در اختیار نسل آینده بگذاره، چون خیلی از این آثار به مرور داره از بین میره. نمونهش حالا مربوط به کار مرحوم ایرج افشار نیست، این لهجه های مختلفی که در ایران وجود داره با همین تلویزیون و رادیو، اینا در آینده خیلی نزدیک فراموش میشه. تا موقعی که بنده در تهران بودم رادیوی مشهد به لحجه تهرانی
تهران اخبار پخش میکرد. در نتیجه ایرج افشار کوششش بود که اینها رو جمع‌آوری بکنه، به صورت‌های مختلف در اختیار علاقمندان بگذاره. کارهاش عموما ابتکاری بود، به دستور دولتی، مقامی، کسی این کارها رو نمیکرد. فرض کنید 6 جلد یا 7 جلد فهرست مقاله‌های فارسی رو چاپ کرد، یعنی در زمینه‌های ایران شناسی. هر مجله‌ای که در این سال‌ها به دست این رسیده و خونده، این تمام مقالات فهرست کرده. امروز یه نفری که در اینجا نشسته یا در آلمان یا در تهران می‌خواد ببینه راجع به این موضوع کسی مقاله نوشته یا نه، این کتاب راهنماشه. این 7 جلد به زبان انگلیسی هم ترجمه شده، مثل که در لندن. انگلیسی شما نمی‌دونم، شاید در لندن فکر کنم که در اختیار علاقمندان هست، مثل که فارسی زبان. به این جهت کارهاش، یا مثلا فرض کنید که حدود 70-80 مقاله نوشته در معرفی ایران شناسان خارجی. برای یک کسی که بخواد دنبال بکنه کار خیلی ساده ایه. در نتیجه کارهاش کارهای ابتکاری بود، یا در همین موقوفه‌ای که مربوط به پدرش بود، اگر ایرج افشار نبود موقوفه اصلا به شکل دیگری در میومد. این شاید حدود 200 کتاب، چون یه مقدارش واسه بنده میفرستادن، بعدن به علتی که هزینه پست در ایران خیلی رفت بالا و اینا حساب کردن که اگه خارج بخوان اینا رو بفرستن پول دیگه باقی نمیمونه. هر بار که خود ایشون سفری میکرد به آمریکا، یه جلدی دو جلدی مرتبط میکرد واسه من می آورد. به این جهت او مثلا جایزه ای تعیین کرد برای دانشمندان ایرانی و خارجی. و این در ایران کار خیلی دشواری است در این سالها که شما یه فرنگی یا یه ایرانی از صافی دستگاه ها رد بشه. حدود 20 نفر رو یک تنه این کار رو کرد. به این جهت هر کارش که شما نگاه بکنید، من مثالی بزنم شاید برای خیلی عجیب باشه، پسر بزرگ ایشان در جوانی درگذشت، بابک، یه کتاب فروشی داشت، کتاب فروشی تاریخ، با کتاب فروشی دیگه فرق داشت، به سبک اینجا بودیم، میشنن قهوهی میخوردن و صحبتی میکردن. این مرد درگذشت. خب پیداست که پدر یه چهاریه. بعد از مدتی که میگذره، مدت کوتاهی، با همسر ایشون صحبت میکنه، میگه آیا حاضری که مخارج که صرف هفته و چله و سال میشه اینا رو صرف چاپ کتابی بکنیم؟ اون خانم میپذیره. این موجب میشه که جلد اول کتابی به اسم کتاب فروشی چاپ بشه، که به کمک، البته کتاب ها عموما به کمک افراد مختلفی است انجام بشه. این کتاب فروشی های ایران و عراق و جاهای مختلف رو به دقت در اینجا معرفی کرده، یعنی عاشق این بود که چیزی رو بنویسه. با همین آقای منوچهر ستوده، دوست عزیز بنده، و 4-5 نفر دیگری، شاید آقای اقتداری و چند نفر دیگری، افشار شیرازی، اینا تمام روزتاها و راه‌های نارفته را، اینا نمی‌رفتن به هتل شاه عباس اصفهان، به جاهایی می‌رفتن که هیچ کسی نرفته بود، با قلم یادداشت می‌کردن. اول سری می‌زدن به قبرستان‌ها، برای اینکه در قبرستان‌ها سنگ‌های قبر مشاهیری ممکنه باشه که جای ثبت نشده بود. هر جا به در و دیواری نقشی بود. این کارش این بود که می‌خواست ایران رو، فرهنگ ایران رو، زبان ایران رو به اون صورتی که هست تثبیت بکنه، بگذاره برای آیندگان. آقای اجازه بدید پیش از اینکه گفتگومون رو ادامه بدیم، گفتگوی تلفنی هم داشتیم با دکتر احمد اقتداری، بسیار خوب، از دوستان بسیار خوب. نزدیک و همکاران آقای افشار که من یه توضیح کوتاهی در مورد ایشون بدم. دکتر اقتداری دانش آموخته رشته حقوق از دانشگاه تهرانه و مدتی هم به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کردن، ولی سال‌های عمرشون رو صرف پژوهش در مورد تاریخ و جغرافیای ایران به ویژه مطالعات خلیج فارس کردن. بله، و کتاب‌ها و مقالات زیادی هم در این مورد دارن. دکتر احمد اقتداری در مجله فرهنگ ایران زمین راهنمای کتاب و آینده به مدیریت ایرج افشار قلم می‌زده و با او در تحقیقات علمی و فعالیت‌های فرهنگی همکاری داشته. صحبت‌های آقای احمد اقتداری رو می‌شنوید. ۶۰ سال پیش، یعنی سال 1300
28 شمسی. من رئیس فرهنگ لارستان بودم و بر سر یک قضایای سیاسی و انتخابات و غیره اجباراً مرا به تهران منتقل کردند. با ایشان آشنا شدم. سالها با هم در کوهنوردی و در دانشگاه و در کتابخانه ها و اینور اونور با هم آشنا بودیم و کارهای علمی مشترک می کردیم. غالب روزها و شبها در کنار هم بودیم، در کوهستانها، در شهرها، در دهات ایران و بعد در خارج از ایران در کنفرانس های ایران شناسی بین المللی مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل فرانسه، مثل انگلیس و غیره شرکت می کردیم. دوستی ما یک دوستی بسیار صمیمانه و برادرانه و البته علمی بود. ایشان مرد بی‌نظیر تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ایران هستند که به طور قطع در هزار سال اخیر ایشان بی‌نظیر بودند. ایشان کسی هستند که سعی کردند نام پورداوود، نام سعید نفیسی، نام نصرالله فلسفی، نام حبیب یغمایی، نام مجتبی مینوی و غیره به خوبی و درستی در مطبوعات اون روزگاران قبل از انقلاب شناخته بشه. ایشان اولین کسی است که در ایران کتابخانه مرکزی به کمک شرکت نفت اون روزگار در تهران درست کرد که الان صاحب میلیون ها کتاب و اسناد خطی است و از معتبرترین کتابخانه های جهان است. به نظر شما چرا نسل جوان ایران با ایرج افشار کمتر آشناست؟ نسل جوان ایران افول کرده، اصلا از فرهنگ و ادب و تاریخ ملی سر باز زده، اطلاع نداره. متاسفانه امروز کسی سعید نفیسی رو نمیشناسه، کسی نصرالله فلسفی نمیشناسه، کسی میرزا محمدخان قزوینی رو نمیشناسه، کسی پورداوود رو نمیشناسه. جو ایران جو فرهنگی نیست. جوانهای ایران خبر ندارن، نخوندن، نفهمیدن. دانشگاه های ما یادشون رفته که چه بزرگانی در تاریخ و ادب و فرهنگ ما داشتیم در ایران زمین و خواهیم داشت. باید در دانشکده های تاریخ، اسناد، زبانشناسی، جامعه شناسی، باستانشناسی ما کرسی هایی به وجود بیاد، معلمین شایسته ای باشند که این فرهنگ فراموش شده ایران را زیر رو کنند، از نو به مردم بفهمونند. تنها کاری که مختصر کاری که شد این بود که در زمینه فردوسی در این دوران 30 ساله یه بزاری کار شد. البته خیلی ظاهری، اونم در آلمان، اونم مردی در آلمان این کار را کرد، یک ایرانی در آلمان راجع به فردوسی خوب کار کرد. یک کسی هم در ایتالیا، آقای پروفسور پیمونتسر راجع به فردوسی کار کرد. اما نسل جوان ایرانی به کلی جدا شده از فرهنگ ایرانی، حتی بی علاقه شده به فرهنگ ایرانی، حتی شعر فارسی را خوب نمیدونه، زبان فارسی را خراب کرده. بنابراین باید از نو ترتیبی برنامه ریخته بشه که جوان ایرانی به فرهنگ ملی و پدری خودش علاقه مند. بله، بیننده برنامه روی خط هستید و مهمان برنامه دکتر جلال متینی هستند، استاد و رئیس پیشین دانشگاه فردوسی مشهد و از دوستان و همکاران دکتر ایرج افشار. خب آقای دکتر، صحبت‌های آقای احمد اقتداری رو شنیدید که راجع به اینکه نسل جوان واقعاً آشنایی چندانی ندارن با چهره‌هایی مثل دکتر افشار و چهره‌های دیگری که به فرهنگ و ادب ایران خدمت کردند. فکر می‌کنید واقعاً چرا؟ دلیلش چی هست؟ والا اون چی به نظر بنده میرسه در این 32 سال اخیر راجع به ایران خیلی کم صحبت شده. راجع به گذشته ایران، فرهنگ ایران، حتی یه زمانی سالهای اول چاپ شاهنامه، رباعیات خیام، دیوان ایرج میرزا، اینا در ایران ممنوع بود چاپ اینا. بعد البته رفع شد. بعد چون ما همیشه اهل افراط و تفریط هستیم، حالا یک دفعه افتادن به فردوسی. شما در همه شهرها، اکثر شهرها باشید، اینا مراسمی برای این کار میگیره.
در نتیجه جوان ها باید از توی مدرسه، من با شاهنامه، نسل من و ایرج افشار و اقتداری و منوچهر ستوده، ما با شاهنامه تو مدرسه ابتدایی آشنا شدیم. اشعار شاهنامه مربوط به رستم و اسفندیار و امثال اینا تو کتاب بود و اینها را حتما میگفتن ما حفظ بکنیم، ولی در این دوره این اشعار همه از کتاب های درسی آمدی بیرون. این است که اصولا بچه‌ای که تو مدرسه هست مراحل مختلف میبینه با اینا آشنا نیست، به طریق اولای نه اقتداری رو میشناسه، نه ایرج افشار رو میشناسه، نه ستوده رو میشناسه. ولی خوشبختانه این افراد کارهای انجام دادن موجوده، بایگانی موجودی برای فرهنگ ایران هست. برای ایران در این 1400 سال 1000 نوع گرفتاری داشته. ما بارها اتفاق افتاده که آمدن به جنگ نوروز، بارها آمدن به جنگ فردوسی، ولی خوشبختانه در این 1400 سال در این دو مورد هر کسی که اقدام کرده شکست خورده. به این جهت این کار باید از تو مدرسه شروع بشه، مدرسه ابتدایی شروع بشه. و این است که آموزش مهمترین عاملی هست در مدرسه. آموزش نسل بنده اون چه که میداند از ایران از تو مدرسه ابتدایی بوده و متوسطه، بعد اومدیم رشته تخصصی گرفتیم. ولی حالا تو کتاب راجع به فردوسی اگر هم باشه دو بیت سه بیتش که اشعاری که در متن خداوند سروده. خب و همونطور که خودتون اشاره کردین، یکی از جدیترین فعالیت‌های ایرج افشار تلاشی بوده که برای کتابداری و کتابشناسی کرده. فکر می‌کنید چقدر موفق بوده که کتابشناسی رو به عنوان دانش کتابشناسی رو به عنوان یک از شاخه‌های علوم انسانی به یک درجه از موفقیت برسونه و چه کارهایی در این زمینه انجام دادن؟ او و دانش‌پژوه که اینا همکار بودن کتابخانه دانشکده حقوق، اینا شروع کردن به این کار و کتاب‌های مختلفی چاپ کردن. اصلا مسائلی که اصلا در ایران کتابداری مطرح نبود، حالا نه در تهران، من اینو میتونم بگم که در خود آمریکا شاید 70 سال 80 سال پیش رشته‌ای به اسم کتابداری نبود. دوست بنده آقای پورهادی که از ایران آمده بود، سال‌های پیش از بندر پهلوی آمده بود، این رفته بود دانشگاه پرینستون و رشته باستانشناسی خونده بود، با باستانشناسی اومد به کتابخونه کنگره کار کرد. به این جهت در ایران این کارها رو شروع کردن، رشته کتابداری بود. اینا کارهایی بود که ایرج افشار کرده. بعد یک دیگه از کارهایی که میکردن سفرهایی بود که به گوش و کنار ایران داشتن، یعنی در واقع به اصطلاح میشه گفت وجب به وجب خاک ایران رو میشناختن که حاصلش فکر کنم سفرنامه هاییست. این سفرنامه ها به نظر شما چه ویژگی هایی داشته و چه مطالبی رو بیشتر در بر میگرفته؟ حالا ببینید، ایرج افشار با همین 4-5 نفر دوستانش اینا، از عجایب ایرج افشار این است که اونایی که اهل کتاب هستن معمولا تو اتاقشون نشستن از صبحشون کتاب میخونن. ایرج افشار موازات این کار کتابخانی یا چاپ به کتاب و امثال اینا، این همین اصطلاحی گفتید وجب به وجب خاک ایران رو با این دوستانش دیده و اینا رو نوشته. آثاری در این کتاب های او هست، آثار مربوط به سفرنامه که این اواخر یکی چاپ کرد به اسم سفرنامه که یه جلدش چاپ کرد، مسائلی هست که مربوط به فرهنگ ایران و تاریخ ایران، اینا رو ثبت کرده. فکر کنم جلد دومش هم داشتن روش کار میکردن که منتشر بکنن، یعنی در اصل در دو جلد بود. یکی از شاگردان ایرج افشار که در چند سفرم باشون همراه بود، دکتر تورج دریایی که میدونم شما آشنایی دارین که گفتگویی با ایشون هم داشته که اگه موافق باشید با هم ببینین. ابتدا توضیح مختصر میدم در مورد پیشینه آقای تورج دریایی. تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان و از اعضای مرکز ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا ایرواین است. از او چندین کتاب و صدها مقاله پژوهشی به چاپ رسیده که از آن جمله میتوان به کتاب ایران زمان ساسانیان اشاره کرد. کتاب محققین و اومانیست ها یکی از آثاری است که تورج دریایی با همکاری دکتر ایرج افشار به زبان انگلیسی منتشر کرد. این کتاب در برگیرنده مکاتبات سید حسن تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ، دو ایرانشناس برجسته ایرانی و آلمانی است و بر اهمیت ایرانشناسی به عنوان یکی از شاخه های علوم انسانی تاکید می‌گذارد. با
تورج دریایی در مورد خاطراتش از استاد و آنچه از وی آموخت گفتگو کردیم که در اینجا توجه شما رو به آن جلب میکنم. من دانشجوی دکترا بودم که در کتابخونه UCLA در میون کتابا با آقای رجب افشار آشنا شدم. ایشون به من لطف کردن و بیشتر با هم صحبت کردن، کنجکاو بودن که چی میخونم. بعد که ایران رفتم خب باعث شد که بیشتر با هم آشنا بشیم و شروع کردیم همکاری درباره یک برنامه یا یک کتاب درباره سید حسین تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ و آشنایی ما از اونجا سر گرفت. اون چیزی که از استاد افشار یاد گرفتم این بود که از پشت میز نمیشه ایران رو شناخت و ایران شناس بود. در حقیقت باید به دشت و صحرا و نقاط مختلف مملکت سفر کرد، با مردم بود، با اونا آشنا شد، پلوشون موند که آدم واقعا بتونه ایران رو بشناسه. و همچنین باید سعی کنیم که به انواع نقاط کشور که میریم تمام بناهایی که وجود داره رو ازش نوت برداشت، عکس گرفت برای یادگار، برای اینکه این بناها ممکنه 10 سال دیگه 20 سال دیگه نباشن. خود آقای افشار به من میگفت که از 60 سال پیش که سفر میکرد در ایران بناهایی بودن که دیگر وجود ندارن. میگفت همون 60 سال پیش 50 سال پیش التماس میکرد از دولت که لطف کنید مواظب این بناها باشین، از بین میرن. ولی خب میگفت دولت ها اصولا نمیتونن مواظب تمام این بناها باشن و این کار رو نمی کنن. این مردم هستن که باید این کار رو انجام بدن و مردم محلی باید مواظب میراث فرهنگی خودشون باشه و ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اون آثار رو ضبط کنیم و برای آیندگان نگه داریم. آقای افشار به هر کسی که ایران رو دوست داشت و بر روی ایران کار میکرد بهشون لطف داشت و بهشون کمک میکرد. در رشته خودم میتونم بگم ایران شناسی چه جوان چه پیر، چه مدرک دکترا چه دیپلمه، هر کسی که حاضر بود درباره ایران کار و تحقیق کنه آقای افشار به اون کمک میکرد. در منزلشون باز بود روبشون. من عصر یادمه که هر وقت میرفتم چندین نفر جوان و پیر نشسته بودن در کنارش. تلفنش مرتب زنگ میزد از خارج، از اروپا و آمریکا. سوال داشتن درباره مسائل ایران شناسی، نسخه شناسی، تاریخ، ادبیات و ایشون بهشون کمک میکرد. این خیلی مهمه چون ما یک فرهنگی بعضی وقتا فکر میکنن بعضی داریم که به کسانی که حالا زیر دستمون هستن یا فکر میکنیم به اندازه ما نمیدونن تمسخر میکنیم بهشون، یا بعضی وقتا جوانا فکر میکنن بزرگترها بهشون اونجوری که باید و شاید توجه نمیکنن، مخصوصا در دنیای آکادمیک. ولی آقای افشار اصلا همچین باوری رو نداشت. من فکر میکنم یک دیدیه که واقعا بهش میتونم بگم دید ایران شهری افشار هستش که جوون و بزرگ همه رو مغتنم میشمرد و بهشون کمک میکرد. این خیلی مهمه. زمانی که با آقای افشار بعضی ها میپریدند یا حتی بهش ایراد میگرفتن و مشکل میگرفتن، باز آقای افشار اون رو ندیده میگرفت و در موقع که سر به کار میرسید کارش رو انجام میداد و حتی به اونها کمک میکرد. برای این که برای اون اهمیتش شناسوندن ایران و ایران شناسی بود، نه شخص خودش و نیتگیری. چیز دیگه که از دکتر افشار من آموختم این بود که در مملکت ما مشاهیر و محققانی هستند که در شهرهای کوچیک، در حتی دهها، در صحرا هستند و اونها هم یک اطلاعاتی دارند که نه اونهایی که حالا در تهران و شهرهای بزرگ دیگه و حتی در آمریکا و اروپا و در دانشگاه ها هم ندارن و باید به اونها توجه کرد. آنچه برای من جالب بود این که آقای افشار سفر میکرد، شبها در منزلشون میموند، باشون تبادل نظر میکرد، تمام یافته های جدیدی که در اون محله پیدا میشد به اطلاعشون میرسوندن، ایشون یادداشت میکردن. در حقیقت یک تبادل نظر بود و اطلاعات. و به این گونه آقای افشار واقعا میتونم بگم از تمام شهرها و شهرستانها دههای ایران خبر داشت، میدونست که بناهای قدیمی چه شدند، آیا چیز جدیدی پیدا شده، نسخه جدیدی پیدا شده و غیره. ما کمتر ایران شناسی رو میشناسیم که مانند آقای افشار اطلاع داشته باشه و این چنین باهاش برخورد بکنه. سوال این بود که چگونه میشه شاید جای آقای افشار رو پر کرد و راهشون رو ادامه داد.
من واقعا میتونم به جرأت بگم که کسی رو نمیشناسم که بتونه جای پای آقای افشار بگذاره. ایشون من فکر میکنم یکی از آخرین نمایندگان یک نسلی هستن که یک دارة المعارف بودن در حقیقت. یعنی شما از زمان ابو ریحان بیرونی تا دوره افشار رو میتونید یک دوره ببینید. بعد از اون من نمیدونم کسانی هستن یا باقی موندن آنچنان که بتونن این کار رو بکنن. ولی به نوبه خودم اونچه که میتونم بگم اینه که آدم سرشو به کار خودش بندازه. اینو همیشه آقای افشار به من میگفت، سرت به کارت باشه، زیاد قر نزن و اگر میخوای خدمت کنی فقط از همون راهی که بلدی، من چون ایران شناسم، درباره ایران بنویس و تحقیق کن. این کاریه که هر یکی که ما میتونه انجام بده در اون حوزه تحقیقاتیمون و به ایران خدمت کنه. من فکر میکنم از این راه میشه همراه آقای افشار شد. خب صحبت‌های دکتر تورج دریایی از شاگردان ایرج افشار رو شنیدیم. فکر می‌کنید شما که چرا این پر کردن جای خالی کسی مثل ایرج افشار در زمانه ما دشواره؟ آیا شرایط سیاسی اجتماعی یا بی‌علاقگی نسل جوان به فرهنگ ایران، چه چیزی؟ حالا مسئله این است که شرایط زمانه اولا تغییر کرده و به علاوه همونجوری که من عرض کردم باید در داخل مملکت شور و عشقی دستگاه حکومت به وجود بیاره و اون شور و عشق اگر به وجود نیاد میان در خارج درس میخونن، در رشته ایران شناسی هم تحصیل میکنن و ولیکن با سابقه فرهنگ ایران اصلا آشنایی ندارن. ایرج افشار یه آدمی اصلا نظیرش رو نمیشه پیدا کرد. شما ببینید در رشته مختلف کار کرده، من حالا به ذهنم گذشت، این خاطرات سید حسن تغییرزاده دانشمند بزرگ رو چاپ کرده در حالی که در ایران عده زیادی به این ناسزا میگفتن، خاطرات دکتر مصدق رو هم چاپ کرده، خاطرات پسر دکتر مصدق رو هم چاپ کرده، خاطرات اعتماد و سلطنه وزیر دوره ناصرالدین شاه رو هم چاپ کرده با امانت تمام، توش دست نبرده، خیلی معذرت میخوام، فضولی نکرده، نوشته یه آدم دیگری رو چاپ کرده. به این جهت یه همچی آدمی یه محیطی میخواد، اولا در خانواده بوده، خانواده محترمی بودن، مال یزد عرض کنم که مثلا حدود شاید 20-25 کتاب فقط راجع به یزد نوشته. این است که امیدواریم که در نسل جدید آدمای پیدا بشن، نمیشه ناامید بود. ولی کن خیلی بعیده، برای اینکه من در طول این سالها آدمی رو به این جامعیت به این حسن خلق، مطلب ایشون آقای اقتداری اشاره کرد، من هیچ وقت ندیدم ایرج افشار عصبانی بشه، در حالی که مسائلی پیش میومد که باید منفجر میشد آرام میشد و کارهاش انجام میداد. کارهای ابتکاری کرد، کتابخانه مرکزی رو او رو روبراه کرد، او حتی مجسمه های نویسندگان رو داد تهیه کردن و یک روز شاه و شاید با ملکه آمدن به بازدید اونجا، در اونجا مجسمه هایی بود که قطعا شاه خوشش نمی آمد، مثل سبد بهرنگی، ولی ایرج افشار کار خودش رو میکرد. بعد حالا آمدن همه اون مجسمه ها رو جمع کردن ریختن کنار. خب فکر میکنید که مردم چه نقشی دارن در ثبت و حفظ تاریخ؟ یعنی همونطوری که خب دکتر دریایی اشاره کردن، یکی از مسائلی که ایرج افشار خیلی تاکید داشت حفظ بناها بود و میگفت مردم نقش مهمتری بازی میکنن در این، در حفظ بناهای تاریخی تا دولت. یا مثلا تاکید خیلی زیادی داشتن در آرشیف کردن که همیشه باید آرشیف کرد، ولی مردم واقعا، نقش مردم عادی، کسانی که در این کار نیستن چیه؟ حالا ببینید، اول این است که باز مردم رو باید آموزش داد. یعنی حالا که هم رادیو هست، هم تلویزیون هست، هم روزنامه هست، اهمیت آثار قدیمی رو باید به مردم گفت که آقا شما از کنار یه عمارتی که رد میشید، عرض کنم که این یادگار مال چند قرن پیش، اینو باید حفظ کنید. این مسئله از راه آموزش و الا مردم عامی چه فرق میکنه؟ فرض کنید قرنها این کتیبه داریوش در اون سر کوه بیستون بود، هیچ کسی به اینا توجهی نمیکرد، فرنگی ها آمدن اینا رو خوندن. به این جهت
وظیفه دولت است، وظیفه دولته که اینها رو به گوش مردم بخونه. بعد وقتی نخوندین، وقتی آثار نمیدونم هخامنشی در کنار آرامگاه کوروش از بین میره، خب مردم چیکار بکنن؟ بله، پس در واقع هم به هر حال نقش دولت هست، نقش دولت، باید دولت به ایران بیاندیشه. مسئله مهم اینه، ما ایرانی هستیم، از اقلیت‌های مذهبی هم داریم، ما باید به ایران فکر کنیم. و این مسئله بود که ایرج افشار حاصل تمام کارهاش مسئله ایران بود. آقای دکتر، حدود یک دقیقه و نیم فرصت داریم به پایان این گفتگو. اگر میخوام ببینم، وقتی میگن شما به عنوان دوست و همکار ایرج افشار، وقتی که نام ایرج افشار میاد، چه چیزی بیشتر در ذهنتون تداعی میشه؟ حالا در درجه اول عشق او به ایران، عشق او به ایران و به هر چیزی که به ایران وابستگی داره. عاشق این نوع مسائل، بخونه، یادداشت برداره. عرض کنم که خود من بارها از او استفاده کردم، اطلاعات بسیاری داشت. فرض کنیم مثلا در ایران اومد کنگره تحقیقات ایرانی راه انداختن در هر دانشگاهی، او مؤسسش بود که در شدم ما تشکیل دادیم. در نتیجه اون چه به نظر من میرسه، یک ایرانی تمام عیار. اگر ما نخواهیم ایرانی رو، بخواهیم ایرانی رو به طور کامل معرفی کنیم، ایرج افشار یه نمونه کامل. مرسی، ممنون از حضورتون در برنامه. بنده هم خیلی ممنونم از اینکه ایرج افشار رو که دوست بسیار عزیز بنده بود و سالها ما با هم کار کرده بودیم، عرض کنم که خاطرش رو زنده کردین. یاد و خاطره ایشون همواره زنده خواهد بود. ممنون آقای دکتر. بنده هم از شما ممنونم از حضورتون در برنامه روی خبر. برنامه شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عربسات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیا شبکه خبری فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. ماهواره نایل سات 7 درجه غربی، فرکانس 11.355 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره عرب سات EB2 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.585 گیگاهرتز، FEC 3.4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. ماهواره آسیاست 3 105.5. و اما فردا شب در برنامه روی خط میخوایم از تجربه های نوروزی شما بشنویم. کمتر از 7 روز به عید نوروز باقی است و میدونم بسیاری از شما این روزها به شدت سرگرم خونه تکونی، آماده کردن سفره هفت سین و خریدهای نوروزی هستید. ولی با توجه به شرایط اقتصادی، خرید نوروزی میتونه برای برخی تجربه آسان و شیرینی باشه و برای برخی دیگر درست برعکس. فردا شب در برنامه مایلیم نظر شما رو در این رابطه بدونیم. از شما دعوت میکنم فردا شب بیننده برنامه روی خط باشید و از تجربه های خوب و بد روزهای باقی مانده به عید برامون بگید. به پایان روی خط امشب رسیدیم. ممنونم از همراهیتون تا این ساعت. براتون فردایی بهتر و روشنتر از امروز آرزو میکنم.